حدود 5 سال پیش من و بدنم توی یکی از بزرگترین تجربه‌های زندگیمون قرار گرفتیم. داشتم توی ترافیک سنگین رانندگی می‌کردم تا برم دندونپزشکی. هوا خیلی گرم بود. واسه همین یه مقدار از شیشه ماشین رو دادم پایین تا بدنم خنکی نسیم هوا رو لمس کنه. توی ترافیک به آرومی پیش می‌رفتم که یه دفعه یه موتوری اومد کنار ماشینم و خیلی سریع اسیدی که توی بطریش داشت و پاشید توی صورتم و فرار کرد. من شروع کردم به تجربه ترسی که تا اون روز هیچ وقت تجربهش نکرده بودم و بدنم شروع کرد به تجربه سوختنی که تا اون روز هیچ وقت تجربهش نکرده بود. قطره های اسید مثل قطره های آب روی صورتم سر می‌خوردن و به جای گذاشتن رد خیسی و خنکی هرچی روی پوست و زیر پوستم بود و با خود می سوزندن و نابود می کردن. من داشتم به زندگی که دیگه دوستش ندارم و به همسری که دیگه دوستم نخواهد داشت فکر می کردم و بدنم داشت جیغ می کشید و کمک می خواست. توی اون ترافیک اما انگار هیچ کس نبود. ماشینای جلوی حرکت کرده بودن و ماشینای پشتی مدام بوق می زدن که من حرکت کنم. با فشار صدای بوق پشتی ها دنده رو جا زدم و ماشین رو کنار خیابون پارک کردم و زدم بیرون تا یه نفر کمکم کنه. صورتم داشت سوختن رو تجربه می کرد و من توی اون سیل جمعیت بی کس بودن و خودم انداختم توی اولین مغازه و التماس کردم که مغازه‌دار زنگ بزنه به اورژانس. اما از شدت ترس مات و معبود وایساده بود و نگام می کرد. از مغازه زدم بیرون. دیگه نه برای بدنم رمقی باقی مونده بود نه واسه خودم. همینطور که میسوختم و جیغ میزدم بالاخره یه نفر منو بدنم رو دید و اومد سراغمون. من هیچ وقت اسید پاشم رو ندیدم. نمیدونم چه شکلیه، نمیدونم چند سالشه، نمیدونم چه مذهبی داره، نمیدونم این کارو با میل قلبیش انجام داده یا خلاف میلش. نمیدونم که با حجابم مشکل داشت یا با قیافم. با اینکه خیلی پیگیری کردم اما حتی یه قدمم به دیدنش و شناختنش نزدیک نشدم و بعیدم میدونم نزدیک بشم. بعد از گذشت این چند سال هنوزم که هنوزه دلم میخواد برم و ببینمش و باهاش حرف بزنم. برم و زل بزنم تو چشماش. بهش بگم چرا؟ چرا اسید؟ چرا من؟ اصلا کل این ماجرا چرا؟ اما وقتی یکم از بالاتر به این قضیه نگاه میکنم با خودم میگم خب دونستن این جواب چه فایده ای داره؟ خب تهش که چی؟ همیشه اونور قضیه یه آدمی هست که یه به این دلیل یه چونکه واسه یه انجام کارش داره و همیشه این ور قضیه یه آدمی هست که داره آسیب میبینه و دونستن این جواب هیچ کمکی بهش نمیکنه. جواب چرای کدوم قربانی های عملیات تروریستی تونسته درد و غمی رو ازشون کم کنه؟ بعضی وقتا دلایل خیلی ساده و سطحی هن. مثل قانون چون اونا میکشن و چون اونا میکشن ما هم میکشیم بن لادن که بهش باور داشت. بعضی وقتا دلایل خیلی پیچیده میشن، مثل اصلاح نژادی که هیتلر توی نسل‌کشی هاش به دنبالش بود. همیشه اونور قضیه یه آدمی هست که یه به این دلیل، یه چونکه، یه زیرا و یه بهونه واسه انجام کارش داره و خودشو به این ور میرسونه تا آسیب بزنه. و همیشه یه نفر این ور هست که آسیب میبینه. این بهونه گاهی میتونه به اسم امر به معروف و نهی از منکر باشه، گاهی میتونه رسیدن به نظم نوین جهانی باشه، گاهی اقرار گرفتن از یه زندانی خطرناک و گاهی حتی تربیت کردن یه بچه باشه. همیشه اون ور قضیه یه خشمی هست که راهشو با یه بهونه و یه شکل خاصی به این ور باز میکنه و آسیب میزنه. گاهی فقط کلامیه مثل یه متلک، گاهی غیر کلامی مثل بوغی که واسه ترسوندن یه سگ زده میشه و گاهی کاملا فیزیکیه مثل معلمی که میزنه توی صورت شاگردش.
همیشه اون ور قضیه یه خشمی هست که راهشو با یه بهونه و با یه شکل خاصی به این ور باز میکنه و همیشه هم این ور قضیه یه آدمی هست که داره آسیب میبینه. این آسیبا هم همیشه خودشونو به شکل زخم ظاهری نشون نمیدن. من هر وقت خاطره روزی که بهم اسید پاشیدن به یادم میاد دیگه صورتم نمیسوزه، اما هر بار صورتم محکم به بالشم فشار میدم و با صدای بلند جیغ میزنم که آخه چرا یه نفر باید باشه که اسید بپاشه؟ چرا توی اون ترافیک باید بوق میزدن که من حرکت کنم وقتی میدیدن صورتم داره میسوزه؟ گاهی با یادآوری اون احساس عجیب بی کسی توی اون سیل جمعیت ساعتها توی خودم فرو میرم. بدن من خیلی وقته که به آرامش رسیده، ولی من دیگه اون آدم قبلی نشدم. قوانین و فرایند اصلاح قوانین میاد تا جلوی خشونت و آسیب‌هاشو بگیره. فرایند امیدوار کننده ای که خیلی از کشورها دارن تجربهش میکنن. قوانین سفت و سختی که جلوی خشونت‌های خانگی رو توی خیلی از کشورها گرفته. قوانین درستی که جلوی خشونت علیه زنان و کودکان و معلولان و کارگران و حتی حیوانات رو توی خیلی از کشورها گرفته. و این حقه و باید باشه. این پروسه تغییر هم دیر و زود داره، هم سوخت و سوز. ممکنه که قانون نتونه جلوی خشمگین شدن آدمای خشمگینو بگیره، اما میتونه ابزار بروز خشونت رو از جلوی دستشون برداره تا به همدیگه آسیب نزنن. از وقتی به مسجد پاشیدن تا به همین امروز تصور این که این اتفاق حتی واسه یه نفر دیگه هم بیفته دیوانم میکنه. اون سوزش، اون بیکسی، اون غم. واسه همین من و چند تا از دوستام کمپینی رو راه انداختیم برای قانون منع خرید و فروش اسید. یه چیزی مثل قانون منع فروش اسلحه. و شروع کردیم از افراد صاحب نفوذ کمک گرفتن و گفتگو با نماینده های مجلس برای موفقیت این طرح توی مجلس. و داریم حد اکثر تلاشمون رو میکنیم. قانون منع فروش و خرید اسید واسه همینه. ممکنه که ما نتونیم جلوی خشمگین شدن آدم‌ها رو بگیریم، اما میتونیم ابزار بروز خشونت رو از جلوی دستشون برداریم تا به هم آسیب نزنن. قانون باید باشه، ولی یه چیز دیگه‌ای هم که حتما باید باشه این باوره که همه ی خشونت‌ها جای زخمی شبیه این که روی صورت منه رو به جا نمیذارن، اما منها همیشه زخمی و حتی گاهی نابود میشن. اگه میشد یه دوربین خاصی بیاد تا بتونه از آسیبی که بدن من دیده و آسیبی که من دیدم عکس بگیره، اون وقت همه شما میدیدین که بدن من خیلی وقته که به آرامش رسیده و حتی با چند تا عمل جراحی میتونه خیلی بهتر بشه، درست مثل روز اولش. اما اسید من رو زخمی کرده و نمیدونم که آیا هیچ وقت میشه ترمیم پیدا بکنه یا نه. یکی دیگه از دخترهایی که بهش اسید پاشیدن برام تعریف میکرد از روز حادثه که مردم میان کمکش و لباساش رو وسط خیابون در میارن تا بدنش بیشتر از این نسوزه. توی اون غم، توی اون بیکسی صدای یه نفر رو میشنوه که میگه با قیامت میخوای چیکار کنی؟ چرا؟ چون داشته لباساشو وسط خیابون و جلوی همه در می آورده. دوستم برام تعریف کرد که مرضیه، زخم صورتم خیلی وقته که نمی سوزه، اما زخم حرف اون آدم هنوزم که هنوزه داره تمام وجودم رو می سوزونه. قانون باید باشه و کار خودشو باید بکنه، ولی این فرایند تغییر باید از یه جای دیگه شروع بشه. بذر این تغییر توی همین رفتارای روزانه‌مونه. اینکه علت مهم نیست. وقتی ما اون ور قضیه داریم دنبال یه بهونه میگردیم تا چاقی همسرمون رو مسخره کنیم، تا زیراب همکارمون رو بزنیم، تا سمت یه گربه سنگ پرتاب کنیم، تا درس پسرخاله بچه‌مون رو بزنیم تو سر بچه‌مون،
این ور قضیه یه نفر آدم هست که داره آسیب میبینه، حتی اگه جای زخم نداشته باشه، و حتی اگه جای زخمم داشته باشه، آسیبی که به منش میرسه خیلی دردناکتر از آسیبی که به بدنش میرسه. متشکرم.